بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان محترم عرض سلام دارم. خدمتتان هستیم با برنامه دیگر از زنجیره برنامه های محراب با استاد گرامی نویسنده و مترجم عبدالعزیز سلیمی. برنامه امروز را با این پرسش آغاز میکنیم: شبهه و ایجاد گمان را چگونه میتوان شناخت و چی ویژگی های دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و اصحابه اجمعین و من والاه. منم حضور جناب عالی آقای ظهوری و بینندگان گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. شادمانیم که خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه های محراب. در پاسخ به پرسش جناب عالی عرض کنم که القا کننده شبهه تلاشش اینه که طرف مقابل رو دچار اشتباه بکنه، اون رو به چالش بکشونه در ارتباط با باورها و رویکردها و با آموزه‌های دینی که پذیرفته و اساس زندگیش قرار داده و راهی رو که برای زندگیش برگزیده اونو به شک و تردید بیندازه. طبیعتاً ایجاد کنندگان شبه و تردید تلاششون اینه که برای شبهه خودشون و برای این تئوری و این نظریه خودشون استدلال هم بکنن، به خاطر اینکه طبیعت هر انسانی با هر اندازه از دانش و خرد اینه که هر ادعایی رو از طرف مقابل نپذیره، چه بسا در شرایط کنونی هم به خاطر گسترش وسایل آموزشی و ارتباط جمعی بسیار مشکل باشه که مانند گذشته های دور انسان ها رو دچار اشتباه کرد و فریبشون داد و در مورد بعضی از چیزها اونها رو دچار تردید و تجدید نظر کرد. همونطوری که در یکی از برنامه های گذشته عرض کردیم، ابلیس به خاطر ایجاد این شبهه و این موضوع در مخاطبین آینده خودش و در مورد حضرت آدم حتی برتری خودش رو بر حضرت آدم به اون ماهیت خلقت هر دو برمیگردونه. میگه خدایا من چه جوری به او سجده بکنم که ایشان رو از خاک آفریدی، منو از آتش، در حالی که آتش از خاک برتره به نظر ایشون. میخواد به این صورت طرف اهل ایمان رو، طرفی رو که میخواد دین رو به عنوان پای زندگیش قرار بده دچار مشکل بکنه. معمولا ایجاد کنندگان شبهه همینطوری که عرض کردیم تلاش میکنن که این دیدگاه خودشون و این شبه اندازی خودشون رو به یک نوعی به شبه دلیلی، به شبه استدلالی آراسته بکنن. محتوای شبهه هم هجومی و نفی کننده هست، همینطوری که عرض کردیم ابلیس به خاطر اون سوگندی که یاد کرده که از هر وسیله‌ای برای انحراف انسان بهره بگیره و قسم خورده به عزت خدای متعال که من تلاش میکنم از روبرو، از پشت سر، از طرف راست، از طرف چپ این انسان رو از صراط مستقیم منحرف بکنم، به جنود خودش، به سربازانش، به کارگزارانش هم وسوسه میکنه، القا میکنه که در مورد قرآن، در باره پیامبر، در مورد مسلمانان و باورهاشون مثل خود او که چیزهایی رو
زیبا و آراسته نشون میده، اینها هم زیبا نشون بدن، آراسته نشون بدن، تلاش بکنن که اون رو علمی قلمداد بکنن. و طبیعتا هجومی هست، یعنی تلاششون اینه که طرف مقابل رو همینطوری که عرض کردیم به چالش بکشونن و از مسیری که برگزیده باز بدارن. یکی از ویژگی های شبه افکنان آقای ظهوری اینه که حق ناپذیرن، چون از قبل این اصل رو برای خودشون پذیرفتن که با دین و با ارزش های دینی معنوی و رسالت پیامبران مخالفت بکنن، دوچار یک نوع دوگم اندیشی شدن و غالبا حاضر نیستن حرف حق رو، دانش رو، استدلال های علمی حتی امروزی رو درباره قرآن و درباره پیامبر بپذیرن. در نتیجه غالبا مجادله و صحبت کردن با اونها ثمر بخش نیست. و یکی از معانی کفر هم همینه، کفر یعنی حق ناپذیری. یعنی کسی میدونه فلان موضوع و فلان قضیه حق درسته، همه چیز حقانیت اونو شهادت میده، اما نمیپذیره به خاطر همون طبیعت بردگی که برای شیاطین پیدا و پنهان پیدا کرده، ابزار دست ابلیسیان شده، نمیپذیره حقیقت رو، منافع خودش رو در خطر میبینه. یکی از ویژگی های شبهه هم اینه که سریع منتشر میشه، مخصوصا ما در شرایط زمانی کنونی و با توجه به فضای باز رسانه‌ای و امکانات ارتباط جمعی گسترده، اینترنت و روزنامه و کتاب و غیره، در تیراژ های بسیار بالا و در حجم بسیار وسیع، این شبه افکنی ها خیلی وسیع در بین مردم و در بین مخاطبین این شبه افکنان ایجاد میشه که لازمش اینه داعیان دعوت حق، راهیان راه انبیا و سالکان صراط مستقیم، از همه ابزارها و از همه امکاناتی که براشون امکان داره ازش بهره بگیرن، بهره برداری بکنن، در مقابله با اینها مقابله به مثل بکنن، از همون روش ها، البته روش های طبیعتا شرعی و قانونی و علمی، و با استفاده از همین رسانه هایی که اونا استفاده میکنن بهره بگیرن برای پاسخ دادن به شبه افکنی هاشون. خیلی خوب استاد، در جهان معاصر بیشتر چی گروه و گرایش های در پی ایجادی گمان در ذهن و دل مردم هستند؟ متاسفانه این شبه افکنی، این سنگ لای چرخ حرکت رشد و تزکی طبیعی انسان ها و جامعه ها انداختن و تلاش برای دور کردنشون از رسالت نور و خیر و رحمت پیامبران، به گروه خاصی محدود نمیشه. گروه های متعددی در تاریخ معاصر محور تلاششون و ایجاد همین شبهات و ایجاد تردید در اندیشه و در دل مخاطبینشون در مورد رسالت پیامبران، به ویژه رسالت رسول خدا علیه السلام هست، در مجموع میشه اونها رو به سه گروه یا سه دسته تقسیم کرد. گروه اولشون مستشرقین هستن. مستشرقین تعدادی از اون آکادمیکا و اهل تحقیق غربی هستند که سازمانهای دولتی و غیر دولتی و کلیسا و اینا به کارشون گرفتن، اونها رو به ممالک اسلامی فرستادن با امکانات گسترده، به خاطر اینکه در ممالک اسلامی تحقیق بکنن، به قول خودشون اسلام رو، مسلمانان رو، وضعیت و شرایط رو که مسلمانان در روز زندگی میکنن بشناسن و ابزارها و راهکارهایی رو برای این که بتونن به اسلام ضربه بزنن، اون روش استعماری فکری و استثماری اقتصادی و
حمایت از دیکتاتورها رو در جهان سوم مخصوصا در جهان اسلام به چه صورتی بتونن اینا ادامه بدن. این مستشرق ها از روش های بسیار علمی و پیشرفته استفاده کردن برای ایجاد شبهات در بین مسلمانان و کتاب های بسیاری رو نوشتن و که غالبشون مخصوصا اونایی که بر ضد مبانی ارزشی دینی، مبانی و اصول قرآن و سنت هست، از هیچ ارزش علمی و پایگاه علمی برخوردار نیست. گروه دوم سکولارها هستند، لایکایی که وابسته معمولا لایکایی نه در اون محدوده سیاسی و معتقد به جدایی دین از سیاست، به نه به عنوان یک اناد و نه به عنوان یک دشمنی، فقط به عنوان یک تصوری که هرچند از نظر ما کاملا باطل و بی اساسه، اما لایک و لیبرال و گروه هایی که وابستگی و دلبستگی به غرب دارن از طرف سازمان های غربی و دولت های غربی مورد حمایت قرار می گیرن، اینها هم هرچند و نتیجه تلاش مستشرقین هست، مستشرقین بودن که همه تلاششون رو به کار گرفتن که اندیشه جدایی دین از واقعیت های زندگی رو برای یک عده جا بیندازن و از اونا به عنوان ابزار استفاده بکنن و خیلی هم استفاده بردن. ما بسیاری از مشکلاتمون در جهان اسلام ناشی از دلبستگی و وابستگی بسیاری از گروه ها و گرایش های لایک و سکولار و لیبرال هست به بیگانکان، و نمونه شما در بسیاری از این کشورها میبینیم که سال هاست عامل دشمنان قسم خورده امت اسلامی شدن. مسلمانان میان انقلابی رو، انقلابی مردمی رو راه میندازن، اما اونا زمینه رو فراهم میکنن برای کودتا و به خاطر حفظ مصالحشون. و همون روشن فکرای سکولاری که ادعای دموکراسی و آزادی و کثرت‌گرایی و حقوق بشر رو اینها رو میکنن، میان به صورتی بسیار دور از هر خرد و اندیشه و از هر انصافی از کودتاچی ها حمایت می کنند. گروه سومی که هستند افرادی، اشخاصی که وابسته به گروهی خاصی نیستند، مانند شخصیت های مستقلی هستند، اما به دلایلی شاید وابستگی هم نداشته باشند به هیچ سازمان غربی، اما به دلایلی هم و غمشون و کلامشون و قلمشون و در اختیار همون ایجاد شک و تردید در دل مسلمانان انداختن. بسیاری از اینا هم هستن آقای ظهوری که اینا مسلمان هم هستن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن و مدعی مسلمانی هستن، اما از نظر اندیشه سیاسی، از نظر واقعیت های اجتماعی میبینیم که از غربی ها، از لایک ها، از لیبرال ها، حتی از مستشرقین حمایت میکنن، در موردشون کتاب مینویسن. اینا وقتی نماز میخونن، روزه میگیرن، ما بهشون میگیم که شما که اهل نمازی، اهل روزه ای، شما که مدعی مسلمانی هستی، چرا این باورهای بیگانه با مبانی ارزشی دین رو پذیرفتی، از اونا حمایت میکنی؟ میگن که نه، ما قصد اصلاح داریم، هدفمون اینه، اسلام از نظر سیاسی شکست خورده، خلفای اموی و عباسی و عثمانی و اینها دچار جهان رو دچار مشکلات زیادی کردن، اونا ما میخواییم اصلاح بکنیم. دقیقا همون آیهی که خدای متعال در مورد منافقین میفرماید: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اگر به اونا گفته بشه در زمین ایجاد تباهی و فساد نکنید، فساد فکری، فساد اجتماعی، دیدگاه مردم رو در مورد باورهاشون دچار مشکل نکنید، میگن نه، ما قصد اصلاح داریم، ما میخوایم جامعه رو، اندیشه انسانها رو از پاره ای از اشکالات پاکسازی بکنیم.
بدانید بیدار باشید که اونها مفسد هستند هرچند خودشون هم نمیدونن. ببخشید استاد وقتی برنامه هم به پایان رسید. خب بینندگان گرامی به پایان این بخش از برنامه محراب رسیدیم. من از طرف خودم و شما عزیزان از استاد گرامی عبدالعزیز سلیمی تشکر میکنم و تا برنامه دیگر همه شما را به خدای دانا و توانا میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.